ارسال خون از طریق سرخرگ ها به همه بدن و شش ها، البته زمانش هم 0.1 ثانیه هستش، اما وضعیت دریچه ها به چه صورتی خواهد بود؟ در مرحله استراحت عمومی یا دیاستول عمومی دریچه های دهلیزی بطنی گفتیم باز هستند، دریچه های سینی بسته هستند. در مرحله انقباض دهلیزی یا سیستول دهلیزی بچه ها گفتم که دریچه های دهلیز بطنی باز، سینی بسته هست. انقباض بطنی، انقباض بطنی دوستان من، ما از در واقع بطنها خون رو ارسال میکردیم به کل در واقع بدن و ششها، دریچه های دهلیزی بطنی گفتیم که بسته هستند و دریچه های سینی باز هست. اگر من یک در واقع جمع‌بندی داشته باشم اینجا، ببینید استراحت عمومی بچه ها 0.4 ثانیه هست، انقباض دهلیز 0.1 ثانیه، انقباض بطن 0.3 ثانیه. ببینید 0.4 ثانیه دریچه های دهلیزی بطنی باز، سینی بسته است. اگر از شما بپرسند که دریچه های دهلیزی بطنی 0.1 ثانیه باز هست، خیلی ساده، دهلیزی بطنی باز 0.1 ثانیه، 0.4 ثانیه، دهلیزی بطنی باز 0.1 ثانیه، 0.1 ثانیه، مجموعا میشه 0.5 ثانیه. بچه ها دهلیزی بطنی 0.1 ثانیه بسته هست، دریچه های دهلیزی بطنی فقط در این زمان بسته هست. ببین دهلیز بطنی بسته 0.3 ثانیه. دریچه های دهلیزی بطنی که بهتون گفتم، دریچه های سینی بچه ها، دریچه های سینی 0.1 ثانیه باز هست، دریچه سینی 0.1 ثانیه باز هست. بگید در مرحله انقباض بطن فقط باز هست 0.3 ثانیه. دریچه های عرض کنم که سینی 0.1 ثانیه بسته هست. ببین دریچه های سینی بسته، دریچه سینی بسته 0.1 ثانیه، مجموعاً 0.5 ثانیه بسته هستند. خب اینم از این. یک تعریفی در کتاب درسیتون هست، تعداد ضربان‌های قلب در یک دقیقه رو اگر بخوایم حساب کنیم، دوره کاری قلب بچا 0.1 ثانیه هستش، 0.8 ثانیه. 60 رو تقسیم بر 0.8 ثانیه بکنی، عدد 75 به دست میاد. 75 بار در یک دقیقه ضربان قلب ما هست و از رابطه‌ای که بهتون گفتم به دست میاد. اما دو تا تعریف بسیار مهم، یکی حجم ضربه ای هست. حجم ضربه ای چی میگه؟ میگه حجم خونی است که در یک ضربان از هر بط خارج میشه، به داخل سرخرگ پمپ میشه. یعنی مقدار خونی که از هر بط در طی یک ضربان خارج میشه. بسیار بسیار مهم هست این چیزی که بهتون گفتم، هر بطن. مقدار خونی که بچه‌ها در هر بطن در هر ضربان از هر بط خارج میشه 70 میلی لیتر هست. یک سوال، ما عرض کنم که اگر 70 میلی لیتر رو داشته باشیم خب و پمپ کنیم، برونده قلبی چطوری به دست میاد؟ بچه این 70 که بهتون گفتم که از هر بطن در هر ضربان خارج می شود، این 70 میلی لیتر این همون حجم ضربه است. مقدار خونی که این 70 مقدار خونی که از هر بطن در طی یک ضربان خارج می شود. اگر ضرب در 75 بار بکنی، یعنی ضربان های قلب در یک دقیقه در یک فرد نرمال، خب 5250، عدد 5250 میلی لیتر به دست میاد. این عددی که به دست اومد عددی است بهش میگن برون ده قلبی. خب ببینید بچه ها، من بهتون گفتم که برونده قلبی حاصل ضرب حجم ضربه ای در تعداد ضربانات قلب در یک دقیقه هست. 70 میلی لیتر حجم ضربه ای هست، 75 بار ما ضربان داریم، حاصل ضرب اینها میشه 5250 میلی لیتر، همون برونده قلبی هست. این اگر لیتر بشه، به عبارت دیگر ما حدوداً 5 لیتر خون در بدنمون داریم.
و عوامل مؤثر در برونده قلبی سوخت و ساز پایه بدن هست، مقدار فعالیت های بدنی مؤثر هست بر برونده قلبی، سن و اندازه بدن. بچه ها در حالت استراحت